بعد از شکست مقابل عراق، بعضی طرفداران تیم ملی ایران از بنجامین ویلیامز، داور استرالی برای اخراج مهرداد پولادی ناخشنود بودند. اما عده کمی هم این خشمشان را به صفحه فیسبوک بنجامین ویلیامز کشیدند و در مواردی حتی به او و زنان خانوادهش توهین و بی احترامی کردند. اما این آقای ویلیامز آن آقای ویلیامز نبود. او استرالیایی هست اما داور نیست و در آمریکا زندگی می‌کند. همکارم پناه فرهاد بهمن که این وسط میخواست ثواب کنه اما داشت کباب میشد اینجاست تا برامون بیشتر از بگه. پناه، در شبکه اجتماعی تو خیلی فعال هستی و گاهگاهی هم درگیر اینجور مسائل میشی، اینجا چه اتفاقی افتاد؟ چطور پای تو وسط کشیده شد؟ من وقتی متوجه شدم که چه اشتباهی اتفاق افتاده و این حرکت، متاسفانه این حرکت زشت کمپین آنلاین بر علیه یک نفر در محیط فیسبوک و سوشال میدیا، شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاده، در مورد آدم اشتباهی این بار اتفاق افتاده و پست مطلب اون آقای در واقع داور اشتباهی، کسی که به اشتباه داور دونسته شده رو دیدم که چقدر متعجبه و چقدر شاکی از این که چرا باید تو همچین موقعیتی قرار بگیره، لینک دادم به اون مطلب و توضیح دادم که هجوم بعضی از مردم به آدم اشتباهی و از قرار معلوم ایشون متوجه میشن که من لینک دادم به مطلب ایشون و از طریق مترجم گوگل اون نوشته من رو به انگلیسی سعی میکنن متوجه بشن چیه و فعل در واقع جمله خبری من رو مترجم گوگل از گویا امری ترجمه کرده بوده که من خواستم که هجوم ببرید به صفحه ایشون و خب خیلی عصبانی شده بود، اومده بود از طریق هم مترجم گوگل یه کامنت برای من گذاشته بود که به فارسی من داور فوتبال نیست و بعد از اون در ادامهش خب خیلی حالا با ادبیات خیلی نچندان خوشایندی منو خطاب کرده بود و عصبانی بود و خب حقم داشت اگر من واقعا این کار کرده بودم. خیلی طول کشید که من سعی کنم ایشون رو متوجه کنم که نه، من این اشتباه در واقع دچار سوء تفاهم شده و اونو متوجه سوء تفاهمش بکنم. یه دو ساعتی طول کشید و نهایتا وقتی که تونستم که باهاش صحبت بکنم، پیداش بکنم، بتونم باهاش صحبت بکنم و عصبانیتش خوابید، اتفاقا دیدم چقدر آدم خوش برخوردیه و بیشتر متعجبه و یک مشاور اقتصادی یک شرکت انرژی که تو بالتیمور آمریکا زندگی میکنه، از قرار معلوم اتفاقی استرالیایی هست، هم اسم داور استرالیایی هست ولی اصلا از فوتبال سررشته‌ای نداره و اصلا ربطی به فوتبال و اون بازی خاص نداره و براش توضیح دادم و نهایتا این شد که گفتم نظرت چه که همین تجربه‌ای که داشتی با ما یه گفتگو بکنی، من در بی بی سی فارسی هستم و دوستم که این تجربت رو با ما در میون بذاری. هادی نیلی توی اون شهر بود، به صورت اتفاقی دیروز تو بالتیمور بود و هادی رفت و این گفتگو رو با اون انجام داد. پس بذار این گزارش رو با هم ببینیم. روز جمعه چند ساعت بعد از بازی ایران و عراق بیدار شد بدون اینکه اصلا از این بازی خبر داشته باشد یا نتیجهش برایش مهم باشد. صبح که بیدار شدم مثل همیشه گوشی تلفنمو برداشتم و رفتم سراغ فیسبوک. همون موقع دیدم 992 تا درخواست دوستی برام اومده. اول فکر کردم هک شدم یا مثلا یه ایراد فنی پیش اومده. ولی دیدم همشون آدمای واقعی‌ان. فکر کردم چی شده که یه دفعه این همه آدم به صرافت افتادن که با من دوست بشن. دیدم همه‌شون هم ایرانی هم. یه خورده بیشتر که پرسجو کردم یکی از دوستان بهم گفت داور مسابقه ایران و عراق اسمش عین من بوده، اونم مثل من استرالیایی. ماجرا بیش از این پیش رفت. چند هزار کاربر ایرانی دیگر هم در فیسبوک به سراغ بنجامین رفتند تا به داور بازی اعتراض کنند که ایران را از جام ملت‌های آسیا حذف کرد. صحنه‌ای که در آن داور به مهرداد پولادی دومین کارت زرد را داد و این بازیکن ایران اخراج شد، اعتراض خیلی ها را برانگیخت. چند ساعت پس از آن در بالتیمور در غرب آمریکا شباهت اسمی کار دست این مرد جوان داد. مشاور اقتصادی یک شرکت بزرگ در حوزه انرژی پیام‌هایی دریافت می‌کرد که با متن حوصله سربر نامه‌های معمول خیلی فرق داشت.
دیدم کلی پیام حال به همزن، تند و وحشتناک برام فرستادن. بعضی هاشون رو میشد درک کرد. مثلا خیلی نومیدانه پرسیده بودن چرا همچین تصمیمی توی بازی گرفتم. البته من که نه، اون داور هم اسم من. ولی خب بقیهشون درباره خانواده من بود و مثلا به بدرفتاری با مادرم اشاره میکرد. یا اینکه میگفتن من نباید شب بخوابم، باید مراقب پشت سرم باشم. از این چیزا. یه خورده آزارنده بود و نگران کننده. احساساتم از اول این ماجرا تا الان چند تا چرخ خورده. اولش دلخور شدم، بعد بامزه شد، بعدش نگران کننده شد، بعد ترسناک و بعد بازم بامزه شد. اما این اولین بار نبوده که گروهی از کاربران ایرانی در فضای مجازی از چهره‌های ورزشی انتقام می‌گیرند. از لیونل مسی که تیمش حریف ایران در جام جهانی بود تا ایوان زایتسف والیبالیست ایتالیایی تا فرناندو لیما مجری مراسم قرعه‌کشی جام جهانی. حالا آخرین قربانی میگوید این رفتار را از چشم همه ایرانی‌ها نمی‌بیند. من از ایرانی‌ها دلخور نیستم. از این آدمای ناراحتم که فکر می‌کنن خوبه وقتی از کسی شاکیان اینطور بهش حمله کنن. فکر نکنم این قضیه اصلا ربطی به ایرانی بودن اینا داشته. به فرهنگ ایرانی یا به کشور ایران. به نظرم هر کسی به چیزی که به نظرش غیر منصفانه میاد اعتراض میکنه و واکنش نشون میده. یعنی همچین اتفاقی میشد با هر مردم دیگه‌ای بیفته. ولی خب این که هر کسی میشد چنین کاری بکنه اون رو توجیه نمیکنه. میگوید از قبل چندین دوست ایرانی داشته و این ماجرا تأثیری روی رفاقتشان نمیگذارد. حالا چند ساعتی است که جریان ماجرا وارونه شده. راستش تحت تأثیر یه عالمه پیام‌های عذرخواهی قرار گرفتم که یه عده دیگه از ایرانی‌ها دارن برام میفرستن. برام نوشتن ما اینطور آدمایی نیستیم، ولی به نظرم اصلا لازم نیست کسی جای کسی دیگه عذرخواهی کنه. همسر بنجامین هم از این طوفان فیسبوکی برکنار نمانده، ولی او هم حالا بیشتر نگران فشار خون کاربران عصبانی است. بدترین قسمتش اینه که همه این ماجراها سر یک مسابقه فوتباله و اینکه مردم چقدر عصبانی میشن. اولش خنده‌دار بود. منم پیام‌های زیادی تو فیسبوک داشتم. میگوید خوشحال است که شوهرش همان داوری نیست که با او اشتباه گرفتند. و البته جنبه مثبت این که اون از بن ویلیامز های دیگه خوشتیپ تره. آره، فکر کنم درست میگید. خیلی ها در ایران خودشان را آماده میکنند که به خاطر حذف تیم ملی شماتت شوند. ولی بنجامین و همسرش آخرین کسانی بودند که انتظار چنین ماجرایی را داشتند. حالا شاید فوتبال هم برای بنجامین موضوع جدی تری شود. هادی نیلی، بی بی سی در بالتیمور. همکارم پناه فراد بهمن اینجا همچنان با ماست. پناه، امروز با آقای این بنجامین ویلیامز در تماس بودی، الان چه میگه؟ خب حالا کماکان درگیر بحران دیروزش که اون پیامای زشت، حالا با یه کمپین جدید مواجه شده که کمپین عذرخواهی هم جو که اشاره بهش کرد و کماکان فیسبوک براش غیر قابل استفاده است. داره با عشق و تنفر ما ایرانی‌ها داره آشنا میشه. متشکرم ازت پناه فرهاد بهمن اینجا.